زندگی نامه مجدجم آرزاده با من محمد نسیم گلمیری در چینل روزنما همراه باشید. سلام، وقتتون بخیر. با یک از دیگر ویدیوهای چینل روزنما خوش آمدین. در این ویدیو به زندگی نامه مجدجم آرزاده میپردازیم. امیدوارم تا آخر ویدیو همراه ما باشید و فراموش نکنید برای حمایت از ما ویدیوهای ما را لایک کرده و چینل روزنما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید ما باخبر شوید. مجده جمالزاده متولد 7 دسامبر 1985 میلادی در کابل افغانستان، خواننده، مدل و بازیگر کانادایی افغان می باشد. مجده جمالزاده اولین آوازخوان افغان بود. 5 سال داشت که مجبور به ترک زادگاهش کابل شد. سرنوشت آن را به آن سوی دنیا به کشور کانادا برد، کشوری که او را بلافاصله در آغوش گرفت، آموزش داد و گذاشت خودش باشد. مجده جمالزاده در خانواده بزرگ شده است که می تواند پدر و مادرش را بهترین دوستش توصیف کند، که در کاخ سفید در حضور باراک اوباما رئیس جمهوری اسبق ایالات متحده آمریکا ترانه افغانی اجرا کرد و آغازی بود برای شهرت و ستاره شدن. سبک فعالیت مجده در آوازخوانی پاپ و رقص است که از سال 2007 میلادی تا کنون فعالیت های زیادی داشته است. او با بیان این که مشوق اصلیش در موسیقی مادرش بوده می گوید: اگر تشویق مادرم نمی بود، من به احتمال زیاد حالا وکیل بودم. او پس از یک دهه آوازخوانی حالا به دنیای سینما قدم گذاشته است و اولین فیلمی که در آن نقش ایفا می کند برف سرخ نام دارد، که درام کانادایی با کارگردانی ماری است. بانو جمالزاده فرد خجالتی، متفاوت، کنجکاو، مشاهدگیر و در حین حال هنجار شکن در برابر قوانین و اخلاقیات مرسوم جامعه که حقوق فرد انسان ها با ویژه زنان را نقض می کند. مجده نمی خواهد یکی از زنانی باشد که در چارچوب کلیشه های غالب اجتماعی تعریف می شود. افزود: یکی زنان افغان انتظارات اجتماعی طور تعریف شده در یک سینی تعیین شده ازدواج کند، بچه دار شود، همسر و مادر خوبی باشد و کار خانه را انجام بدهد و بس. او ازدواج را یک قرارداد اجتماعی از مد افتاده می داند و می افزاید که هیچ وقت نمی خواهد بچه دار شود. تحصیلات وی در رشته فلسفه و علوم سیاسی در یکی از مراکز آموزش عالی کانادا به پایان رسانیده است. می گوید فلسفه نحوی دیدگاهش به زندگی را متحول کرده است. یکی از آهنگ های مشهورش دختر افغانم من، که در آن دغدغه یک زن روایت می شود. بعدها مجده در مراسمی که برای روز جهانی زن در کاخ سفید برگزار شده بود، این آهنگ را در حضور رئیس جمهور و بانوی اول آمریکا اجرا کرد. مجده آموزش و پرورش را زمینه ساز پرورش جامعه سالم و پویا می داند. مجده پس از 2 سال آوازخوانی متوجه می شود اگر به زادگاهش بازگردد، شاید بتواند کارهای موثرتری در راستای مبارزه با نقض حقوق زنان و بالا بردن میزان آگاهی مردم انجام دهد. اما او کابل را بیشتر از لابلای قصه ها و بازگویی خاطرات والدین خود میشناخت. پس از ورود به پایتخت افغانستان به زودی میفهمد که چی رای پرخم و پیجی را پیش رو دارد. کارش با اجرای برنامه مجده شو در یک تلویزیون خصوصی آغاز شد، برنامه‌ای که به موضوعات بس انگیزی مانند کودک آزاری، آزار جنسی، طلاق و حجاب می‌پرداخت. این برنامه تلویزیونی که 2 سال طول کشید به شمار هواداران مجده افزود. وی عشق و موسیقی ندارد و نداشته، اما اکنون برجسته ترین زیباروی خوش صدای جهان است. او می افزاید: موسیقی و هنر در جایی که من بزرگ شدم یک چیز قدرتمند است. آوازخوانان احترام و تقدیر می شود، اما من خیلی ساده، چون این انتظار را در افغانستان نیز داشتم. گناه مردمم نیست. جنگ و عدم دسترسی به آموزش و پرورش سبب چنین وضعیت شده است. تشکر از اینکه با ما در این ویدیو همراه بودین. لطف نموده نظرتان را با ما شریک سازید تا در ویدیوی بعدی از آن استفاده کنیم. اگر تا حال چینل روزنما را سابسکرایب نکردین، حالا چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید.
تا وی دوی دیگر الله نگهدار.